با درود و عرض ادب محضر شما همیهنان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان عزیز و مهربان و هماره همراه همراهمان در مام میهن ایران زمین برنامه های خبری تحلیلی ایران فردا رو همچون همه شبها در طول هفته میگوشه این با برگ تازه ای از دفتر شامگاهی صفحه یک که است بر آخرین خبرها و نظرها حول مطالب و موضوعات مختلف از ایران، منطقه و بعضن جهان به روال معمول همه شب ها نخواست مروری کوتاه هم داشت بر سرفصل اهم مطالب منتخب در برنامه امشب باستاب کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی در رسانه ها و انتقاد به کلی های این رئیس جمهور و بی سمر بودن این کنفرانس های خبری تداوم آشفتگی در بازار ارزی ایران و بی برنامگی و شان خالی کردن مسئولین جمهوری اسلامی از ساماندهی این وضعیت افزایش اعتراضات سنفی کارگران و اعتصاب کارگران و همینطور راهپیمایی در برخی از شهرهای صنعتی آتش سوزی در ساختمان 13 طبقه وزارت نیرو در تهران آن هم در سال روز حادثه ی آتش سوزی پلاسکو سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده ی امشب چهارشنبه 18 بهمن ماه ایرانی برابر با 7 فوریه 2018 میلادی است که در طول کمتر از سی دقیقه پیش روی به آگاهی شما هم میهنان عزیز خواهد رسید قبل از آغاز برنامه امشب مایلم که اشاره کنم که در برنامه دیشب به علت اینکه سیستم نور این جانب دچار مشکل شده بود در استودیو برنامه با کیفیت فنی بسیار پایین و همینطور گویا مقطع دیده می شد و به هر روی مشکلات فنی در اصل برنامه مشهود بود که بدین روی بنده پوزش می خواهم. همینک خبرها و نظرها رو با تازه های از آخرین کنش ها و واکنش ها و تحولات در ایران آغاز می کنیم. نخست نگاهی کوتاه خواهم داشت بر اهم عناوین برخی از روزنامه های اصلی و پرشمارگان کشور که بعضا تکواژگان و تک تیترهای هر از گاهی آمیز و نیشالود و یا در سوی دولتیان عمدتا ستایشی خود حکایتگر مفاهیم نهفته و معانی نهان در دو سوی قطب قدرت و مطبعات و سپهر سیاست ایران است. در حالی که روزنامه ایران تریبون دولت با عبارت توصیه ارزی روحانی سعی داشت منشی نسبتا مثبت از فهوای کلام رئیس جمهور ایران حول نوسانات ارزی به ذهن مخاطب تبادر کند آفتابی از در تیتری تند و نیشاکن تلاش داشت که در یک همپوشانی آشکار میان گفتار و کردار احمدی نژاد و روحانی توجیهات رئیس جمهور ایران حول بحران ارزی رو به چالش بکشد جایی که می نویسد دلار ارزان در محله پاستور خب که یادآور اشاره احمدی نژاد به افزایش قیمت گوجه فرنگی بوده که میگفت حوالی خانه ما ارزان است و همان زمان دستمایه ریشخندها و نیشهای شهروندان بیشماری شده بود و اما در سوی دیگر برخی از روزنامه های عمدتا سیاسی صرف سویه های سیاسی و هرزگاهی تقابلی میان نهادهای قدرت در ایران رو از فهوای سخنان روحانی برکشیدن مثلا روزنامه روزان در گزارش تحلیلی با عنوان با صدای رسا میگوییم اعتراض مردم را شنیدیم سعی داشت به بود سیاسی اظهارات ایشان توجهی بیشتر نشان و یا روزنامه قانون با برجسته کردن این عبارت مبنی بر اینکه اعتراضات مردم فقط به مسائل اقتصادی نبود سعی داشت به سایر مسئولین کلیدی و رکنی نظام نیز یادآور شود که شهروندان همه ارکان نظام رو در جنبش اعتراضی دیما هدف داشتند و چه بسا شعارهای معیشتی حاشیه امن اظهار و ابراز اعتراضشان باشد که در واقع پاره کردن و به زیر کشیدن تصاویر رهبری ایران و نماد و نمایه های بازوهای نظامیش همچون قاسم سلیمانی ها در واقع میتواند مصادیق مسرح و آشکاری باشد برای نشانگیری هوشمندانه شهروندان ایران علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی خب همان گونه که از منابع خبری مختلف احتمالا مطلع شدید روز گذشته حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد که شاید بتواند پاسخگوی انتقاداتی که پس از گفتگو با یک مجری معروف تلویزیونی در صدا و سیما داشت و مجموعه از انتقادها به بیجان و بیروح بودن اون سخنان به ایشون ایراد شده بود این بار هم در این مصاحبه با کلیگویی و طرح مطالبی که از اولویت بالا برخوردار نبودند موجب موجی از واکنش های تازه تر علیه خودش شد در این میان حسب انتظار بسیاری از مطبوعات در صفحه یک خود به تناسب سیاست های حاکم بر رسانه هایشان سخنان روحانی رو پوشش دادن و منعکس کردند. روحانی در این کنفرانس مطبوعاتی در خصوص لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی بهبود یافتن وضعیت دلار برجام کوتاه نیامدن در مقابل آمریکا و بالاخره شنیدن صدای اعتراض مردم سخن گفت اما این کنفرانس مطبوعاتی منتقدان و مخالفان خاص خود را داشت حتی در جبهه دولتیان روزنامه شرق با انتشار یادداشتی نسبت به برگزاری این کنفرانس و کلی ها در آن انتقاد کرد و در مطلبی تحت عنوان چرا اصرار بر نشست خبری به قلم صادق زیبا کلام می نوشت که سخن گذافی نیست اگر گفته شود هر گفتگویی که روحانی از زمان انتخابات در دور دوم تا کنون انجام داده باعث ریزش شمار بیشتری از آرای او شده است در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت دست کم هیچ گفتگوی باعث بالا رفتن محبوبیت رئیس جمهوری ایران نشد اشکال به زم زیبا کلام از جای شروع می شود که کسر در خور توجهی از شهروندان که بسیاری از آنها ممکن است به او رأی داده باشند با اشتیاق و انتظار پای تلویزیون می نشینند تا سخنان او درباره حل مشکلات زندگیشان را بشنوند زیبا کلام در ادامه این نقد نگاش در ستون روزنامه شب اشاره می کرد که بسیاری از مخاطبان رئیس جمهور با معضلات فراوانی روبرو هستند بیکاری آلودگی هوا ترافیک بالا رفتن قیمت دلار آلودگی محیط زیست گرد و غبار در خوزستان تا برسیم به افزایش خط فرق کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و فرودستان تا اینکه بالاخره برسیم به خواسته ها و انتظارات سیاسی و اجتماعی و مدنی برخ شهروندان از سیاست خارجی ایران تا دشواری رابطه با آمریکا تنش با همسایگان و سایر معضلات که انبوهی از مطالبات انباشته شهروندان شد همانطور که گفته شد مخاطب منتظر است ببیند روحانی چه دسترالعمل، راه حل تدبیر و چه باید کردی رو برای مشکلات و نابسامانی ها فراهم کرد روحانی به زم آقای زیبا کلام به جز مطالب زیبا و شیوا و یک سری کلیگویی و وعده و وعید و تلاش برای دادن امید به آینده عملا حرف دیگری به مخاطب تحویل نمی دهد. و باز با زمینه همسو و مشترک روزنامه ابتکار هم در مطلبی به عنوان یک نشست خبری غیر جذاب و سرد در نقد این نشست خبری اشاره می کرد که روحانی دومین نشست خبری خود در دوره دولت دوازدهم رو تقریبا بدون سوالات چالشی و حاشیه خاصی پشت سر گذاشت. شاید سوال و جوابی که بیش از همه مورد توجه قرار گرفت سوالی درباره اعتراضات خیابانی اخیر بود جایی که خبرنگاران با ذکر دلیل اقتصادی برای این اعتراض ها از رئیس جمهوری پرسیدن که آیا صدای اعتراض مردم را شنیده است و روحانی هم پاسخ داد که اگر دلیل اعتراض ها رو تنها اقتصادی میدانید معلوم از شما صدای مردم رو نشنیده اید. به نظر می رسد با جواب های کلی و اغلب تکراری حسن روحانی رئیس جمهور ایران و عبور آرامش از برخی محورهای سوالات کلیدی خبرنگاران نیز گویا چندان انگیزه ای در ایجاد چالش جدی برای رئیس جمهور ندارند و روحانی نیز شیوه عبور سوالات رو به خوبی فرا گرفته است که نقد ابتکار و این میزان روزنامه های همسو با دولت نسبت به این نشست خبری تا حدودی بی سابقه بود است خبرها و نظرها رو با تازه های از بازار افسار گسیخته ارز در ایران دنبال میکنم در حالی که آشفتگی در بازار ارز همچنان ادامه دارد و قیمتها هر روز در نوسان است و به صورت بیسابقه ای رشد می مسئولین دولتی علی و وعده های بیشمار و فراوان برای کنترل بازار ارز همچنان نقش یک تماشاچی صرف رو بازی می و در تازه ترین اظهار نظرهایشان تقصیر این گرانی های ارزی رو به گردن ترامپ انداختند فرار رو به جلو عجایب روزنامه آفتاب یزد مطلب اصلی صفحه نخواست خود رو به این موضوع اختصاص داد و در عنوانی تن آمیز و کنایه ای دلار ارزان در محله پاستور که عملا و علنا همون گونه که در سطور آغازی نیز اشاره نمودم این تیتر یادآور سخنان محمود احمدی نژاد بود که وقتی خبرنگاران از گرانی برخی از کالا و محصولات از جمله گوجه فرنگی به طور خاص از ایشان سوال کرده بودند جواب داد که بیایید محله ما خرید کنید آنجا ارزان است که خب دستمایه تنزهای بیشمار شد این روزنامه در بخش دیگر از مطلب خود اشاره می کرد که بازار ارز این روزها شرایط متلاطمی رو تجربه می کند و با یک بی ثباتی کم سابق روبرو شده است حسب گزارش آفتاب یزد ارزهای مهم بازار یعنی دلار و یورو که عمده معاملات ایران با آنها انجام می شود با افزایش قیمت زیادی روبرو بوده به طوری که یورو با افزایش 900 تومانی طی یک ماه از مرز 6000 تومان عبور کرده و دلار هم با افزایش 500 تومانی در یک ماه اخیر یعنی نیمه دیتا نیمه بهمن به 4800 تومان رسید این همه در حالی است که مسئولین مربوطه از جمله شخص رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی معتقدند که عملا بحرانی در بازار ارز وجود ندارد و حتی آینده این بازار رو مثبت ارزیابی می‌کند. بنابر گزارش آفتاب یزد ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی میگوید که واقعیت این است که آمریکا به ویژه بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور جدیدش با بهرهگیری از جایگاه خود در اقتصاد جهانی آرامش اقتصاد ایران رو نشانه گرفته و با سناریوی ایجاد التحاب تصنعی و تزریق نگرانی در ذهن فعالان داخلی و خارجی به دنبال تضعیف سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و همینطور عدم انتفاع کشورمان از فرصتهای به گفته ایشان پسا برجام است سناریوی سیاسی روانی دشمنان در ایجاد ابهام و تردید میان سرمایه گذاران خارجی در برقراری ارتباط با اقتصاد ایران عمدتا با هدف منصرف کردنشان از سرمایه گذاری در فرصت های و منحصر به فرد اقتصاد ایران صورت می گیرد. ظاهرا آقای سیف رئیس بانک مرکزی بعد از چند بار و دادنهای بیعملش برای ساماندهی بازار ارز و همینطور پیش بینی های غیر واقعی در خصوص پایین آمدن نرخ دلار این بار به یک بار تقصیر رو گردن دونالد ترامپ آمریکایی انداخته تا دیگر مسئولیتی رو در این باره شخصا نداشته باشد خبرها و نظرها رو با آخرین واکنش ها و کنش ها و تنش ها در جبهه رنجور کارگری ایران پی می گیرند به دنبال اعتصاب کارگران کارخانه نشکر هفت تپه در استان خوزستان که نسبت به تأخیر یا بعضا عدم پرداخت حقوقشان معترزند و بارها به دلیل این اعتراضات سنفی توسط معموران امنیتی بازداشت شده اند و به تازگی کارگران کارخانه های هبکوی عراق نیز در اعتراض به تعویق هشت ماهه دست مزد با شعار معکوس مرگ بر کارگر درود بر ستمگر راهپیمایی کرده اند موج اعتراضات مردمی به جنبش کارگری متصل و مستمر شد در این رابطه روزنامه همدلی در گزارشی به عنوان پافشاری شگفت دردها به بهانه اعتراض سنفی کارگران هپکو و هفت تپه اوضای زندگی حد اقل بگیران رو بررسی کرد روزنامه همدلی در بخشی از این گزارش خود به نقل از برخی از کارگران نوشته بود که تجمع و اعتصاب ما سیاسی نیست اعتصاب ما سنفی است به خاطر عدم پرداخت حقوق است به خاطر عدم مشارکت نمایندگان کارگری در تعیین حقوق و دستمزد است اما آنها منظور حکومتگران توپ رو میاندازند در زمین سیاست تا با برچسب زنی به نیروی کار نیرویی که هسته اصلی تولید در این کشور است فضا رو امنیتی کرده و این زن و بدگمانی رو برای حاکمیت ایجاد کنند که اعتصاب ما سیاسی است تا ما را سرکوب کنند آنها این گونه بازی می کنن و ما کارگران میدانیم و میفهمیم که آنها برای شان خالی کردن از زیر بار مسئولیت هایشان چه حیله هایی که به کار می گیرن. این بخش هایی که اشاره کردم درد دل های منتشر در روزنامه همدلی بود درد دل های یکی از فعالان کارگری نشکر هفت تپه خوزستان است که با روزنامه همدلی در میان گذشته بود این روزنامه به نقل از کارگری دیگر نیز اشاره می کرد که برج های هشتم، نهم، دهم و یازدهم ما عقب افتاده و حالا بسیاری از کارگران دچار یک ناامنی روانی درباره مزایای برج دوازده و ایدی و پاداش برج فروردین سال 97 هم شده البته این رو بگویم که مطالبات ما فراتر از عقب ماندگی دست مزد هاست. از این کارگر درباره دلیل بازداشت سی تن از کارگران توسط نیروی امنیتی سوال شد که ایشان پاسخ داد ماجرا از این قرار بود که کارفرما با پلیس استان صحبت می کند و حکم می گیرد که با کارگران برخورد کند توجه داشته باشید که آنها برای فرار به جلو یک ابزار بسیار قدرتمند در اختیار دارند و آن سیاسی کردن فضا است اگر تنها ابزار ما کارگران اعتصاب است ابزار آنها نیز سیاسی کردن و تلاش برای الغای این گمانه که اعتراض کارگران عملی ضد امنیتی است من از مسئولان بلند پایه مملکت می خواهم که نسبت به راه اندازی این نمایش ها و بازی ها آگاه باشند. این کارگر در ادامه اظهارات دردمندنش اشاره داشت که ما کارگران فقط می خواهیم حقوق و کرامت و شرافت انسانیمان پایمان نشود مگر این انقلاب انقلاب پابرهنگان و مظلومان و کارگران نبود این رو کارگر ستم دیده مذکور میگوید که خب همینک به تنز تاریخ شبیه هست که آن انقلاب چه بود و در ادامه تازه هایی از آخرین حریق در طبقه منفی چهار یک ساختمان دولتی در گرما گرم حادثه هولناک پلاسکو که در برخی از روزنامه ها با نام پلاسکوی دولتی نام گرفت از جمله روزنامه بهار با انتشار تصویری از یک آتش نشان و دود ناشی از آتش سوزی در مطلبی به عنوان پراسکو دولتی مینوشت آتش سوزی در یکی از ساختمان های 13 طبقه و با قدمت 51 ساله وابسته به وزارت نیرو در خیابان ولی عهد پیشین یا ولی اصر کنونی تهران که از ساعت ده صبح روز دوشنبه آغاز شد تا غروب سهشنبه همچنان ادامه یافت همچنین بنابراین گزارش سخنگوی آتش نشانی تهران با اشاره به شباهت اسکلت این ساختمان به پلاسکو گفت که آتش به صورت گروه های پنج نفره به کانون حریق نفوذ کردند تا نسبت به اطفای آتش اقدام کنند. البته با توجه به سازه فلزی ساختمان وزارت نیرو و احتمال ریزش ساختمان بعید نیست اما همزمان محمد علی نجفی شهردار تهران نیز از احتمال ریزش یا نشست ساختمان وزارت نیروی ایران خبر داد بخشی از ساختمان به خصوص در قسمت غربی این بنا و ورودی پارکینگ ترک در آن دیده شده که نشان میدهد احتمالا بخشی از ساختمان نشست خواهد داشت این آتش سوزی خب همان گونه که آگاهید یادآور آتش سوزی مهیب و هولناک یک سال پیش در ساختمان پلاسکوست که در آن حادثه به دلیل ریزش ساختمان تعداد زیادی از آتش نشانان و شهروندان گرفتار در آن ساختمان جان باختند که موجی از رنج و غم و اندوه را میان همه ایرانیان برانگیخته بود خبرها و نظرها رو با هایی از زیر پوست شهر در جامعه ایران پی میگیریم. در واقع با نگاهی به موضوعات اجتماعی از موضع رسانه های جمعی ایران نگاهی خواهیم داشت به آمار فضاینده خشونت، عصبیت، رنج زجر و بعضا جرح شهروندان علیه یکدیگر در جامعه ایران امروز روزنامه صدای اصلاحات خبر داد که در هر ساعت 66 ایرانی هم دیگر رو زخمی می کنند این روزنامه در بخش دیگری از این گزارشش اشاره می کرد که بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور به طور میانگین روزانه 1600 شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده میدهند که در این میان تهران جلودار آمار هاست یعنی هر ساعت حدود 66 نفر با هم درگیر شده که این درگیری منجر به جهر می شود آمارهای پزشکی قانونی می گوید تنها در سال گذشته 547 هزار شهروند به دلیل ضرب و جهر در نزا راهی پزشکی قانونی شدند و این آمار بسیار نگران کننده است و بایستی برای پیشگیری از وقوع این گونه جرائم اقدام شود. لازم به توضیح است که اشاره کنم که چند پیش مؤسسه آمریکایی افکار مشهور جهانی موسوم به گالوپ در گزارش سالانه خود درباره شیوه زندگی مردم جهان نوشته بود که ایرانی ها عصبانی ترین مردم جهان هستند. بر اساس گزارش سال 2007 گالوپ 50 درصد جمعیت ایران عصبانی هستند و بعد از این کشور عراق با 49 درصد و سودان جنوبی با 47 درصد بیشترین جمعیت عصبانی یا زود واکنش رو دارند این در حالی است که پیشتر ایران جایگاه دومین کشور غمگین دنیا رو نیز به خود اختصاص داده بود که می توان گفت البته طبیعی است در پرتو نظام جمهوری اسلامی آسیب های اجتماعی روز به روز افزایش می یابد رشد حاشیه نشینی ده برابر شدن کارتون خواب طی یک دهه حدود 3 تا 7 میلیون معتاد به مواد مخدر بیش از یک میلیون معتاد به الکل دو سوم مردم زیر خط فقر نسبی و 15 میلیون زیر خط فقر مطلق بیکاری میلیون ها فارغ و تحصیل دانشگاهی همینطور بیکاری بیش از 60 درصدی در برخی مناطق کشور افزایش جرائم و پرونده های قضایی همه اینها تنها بخش هایی از سمره درخت انقلاب اسلامی است که این روزها نظامیان و فقیهان به جشنش نشستند و در ادامه از سپهر پرقبار سیاست دمی دور شده و نگاهی به آسمان آلوده هوای میهن میاندازیم که هر روز رنجورتر و آلودتر از قبل در واقع جمعی از شهروندان ایرانی رو خانه نشین می کنه. در این میان روزنامه ایران در یکی از گزارش های اصلی خود با عنوان چشم براه هوای پاک به این موضوع و معزل پرداخت. ایران در این باره می نوشت که صرف نظر از اینکه پدیده ی وارونگی دما و شرایط اقلیمی و توپوگرافی دو عامل تشدید کننده یا آلودگی هوا در بسیاری از کلان شهرها هستند اما از دو عامل غیر استاندارد بودن سوخت و خودرو نیز نمیتوان به راحتی گذشت با این حال وزیر نفت کابینه روحانی کماکان میگوید بنزین توزیع شده در تهران از کیفیت خوبی برخوردار است جالب اینجاست که این نکته نقادانه رو خود روزنامه ایران هم نوشته بود حسب گزارش روزنامه ایران شاخص آلودگی هوا روز گذشته باز افزایش یافت و برای سومین روز متوالی منجر به تعطیلی مدارس استان تهران در همه مقاطع تحصیلی برای امروز چهارشنبه هم شد این در حالی است که حسن روحانی گفت که حل مشکل آلودگی هوا پول میخواهد یعنی عملا و به طور غیر مستقیم گفت که دولت برای تأمین منابع آن نیازمند افزایش قیمت سوخت است حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این رابطه در یک بیاسی خاص اشاره کرد که عربستان سعودی که چندین برابر ما نفت می فروشد قیمت بنزین و گازوئیل رو دو برابر کرده است ما هم از مجلس خواسته ایم در این زمینه هم فکری کند هنوز دیر نشده و می و در این زمینه فکری کرد و اما در دقایق پایانی با دو رویدادی که بعضی از روزنامه ها به انعکاس آن پرداختند کوشیدند و بعضا نیز در شهر شبکه ها و رسانه های اجتماعی نیز باستا به گسترده یافت برنامه رو به پایان میبرند ماجره های سنا و استخر سی میلیارد تومانی زیر یک امامزاده در پایتخت و داستان های سعید توسی قاری مقرب آستان ولایت که به کودک قرآنی متصف و مشهور و محشور شد روزنامه آرمان در یکی از گزارش‌های های صفحه خود به نقل از یک عضو فراکسیون امید مجلس ایران از ساخت سونا و جکوزی سی میلیاردی زیر یک امامزاده خبر داد یک عضو فراکسیون امید مجلس می گفت هزینه کرده منابع شهرداری در برخی محلات خاص با توجیه کمک به امور مذهبی قابل قبول نیست و مجلس به طور کلی درباره عملکرد مدیریت دوران قبلی شهرداری مصر به انجام تحقیق و تفحص است. قاسم میرزایی نیکو درباره گزارش نجفی شهردار تهران درباره هزینه کرد منابع شهرداری در دوران قالیباف به برخی از منابع مذهبی گفت به طور مثال زیر امامزاده ای در ونک سنا و استخر و جکوزی ساخته شده و میلیارد برای آن هزینه کردند. میرزا نیکو تاکید کرد امامزاده چه نیازی به چنین تشکیلات و ساخت و سازی داشته است. و از اساس ساخت یک استخر و جکوزی نباید این رقم هزینه برمی داشته است. و بالاخره روزنامه ابتکار خواندم که سخنگوی فراکسیون امید مجلس از نشست اخیر این فراکسیون درباره پرونده سعید توسی و بازدید نمایندگان از زندان اوین خبر داد. بهرام پارسایی گفت که با توجه به حساسیت هایی که در جامعه و همچنین فضای مجازی در مورد پرونده سعید توسی ایجاد شده، کمیته سیاسی فراکسیون امید گزارش از روند کلی پرونده از ابتدا کنون ارائه کرد و وزیر دادگستری و معاون پارلمانی قوه غذایه نیز توضیحاتی در همین رابطه دادند. و با این مطلب وقت برنامه شبمان به پایان میرسد تا شامگاه فردا در ایران فردا بامداد روشن بدرود